درود فروان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان روز سه شنبه اگه یادتون باشه نمادهای زیادی داشتیم که الگوی ستاره صبحگاهی داشتن و توی اون ویدیو که الان من قسمت‌های از ویدیو رو باز کردم اینجا میتونیم اسامیشون رو مشاهده بکنیم. میخوایم ببینیم که کدوم یک از این نمادها روز چهارشنبه تونست مسیر روز سه شنبه رو تکمیل بکنه و در هر حال خودش رو یه جورایی بالا بکشونه، به خاطر اینکه علارغم اینکه روز سه شنبه تقریبا روز خوبی بود برای بسیاری از نمادها، تعداد پوشهای صعودیمون زیاد بود، الگوی به اصطلاح ستاره صبحگاهیمون زیاد بود، روز چهارشنبه این گونه نشد و از این لحاظ آمار خیلی جالبی نداشتیم. در هر حال ببینیم کدومشون تونست راه خودش رو ادامه بده. مفاخر رو میبینید که الگوی ستاره صبحگاهی برای سه شنبه داشت، ولی متاسفانه توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی روز چهارشنبه با 900 و حدوداً 80 تومن باز شد و با حدودای 960 تومن بسته شد، یعنی کندلش قرمز بود و فعلا که نتونسته اون روند ستاره صبحگاهی خودش را ادامه بده. همینطور نماد کرمان که چهارشنبه با حدودای 17-18 تومن باز شد، حتی تا ساعت 9-12 دقیقه به 119 تومن هم رسید، در انتهای بازار با 114 تومن کارش را به پایان برد. تا اینجا هم شاهد کندل قرمز باشیم. نماد بعدی نماد وساخت هست که وساخت هم دقیقا کندلش قرمز شد، از 162 تومن روی 155 تومن به کار خودش پایان داد. البته هر ستایی که الان دیدیم قرمزهای خیلی شدید نخوردن، یعنی الان وساخت رو میبینید در حد 89 صدم منفی شده، اونقدر مثلا زیاد منفی نخورده که حالا بگیم 4-5 درصد منفی شده، ولی در هر حال یه جورایی شاید نتونست روز چهارشنبه فعلا ادامه الگوی صبحگاهی را داشته باشه. این اتفاق برای نماد انرژی هم تکرار شد، از 2800 تومن حدوداً با 2660 تومن کارش به پایان رسید، یعنی 1.22 درصد منفی در انتهای قیمت داشت. نماد فرابورس هم به همین صورت، از 880 تومن که شروع کرد آخر کار به 840 تومن، یعنی 1.64% منفی رسید. خب برای نماد دانا، بیمه دانا، اوضاع طور دیگری رقم خورد و همونجوری که مشاهده میکنید، حالا درسته که کندلش قرمز بود، ولی در هر حال مثبت کار خودش را به پایان رسوند. کندلش هم فکر کنم سبز شده، نگاه بکنیم، خاطر اینکه از 390 تومن شروع کرد و تونست خودش را بالا بکشونه. بالاخره بین 5 6 تا نمادی که تا اینجای بازار دیدیم میشه گفتش که این یکی بهتر عمل کرده. بله دقیقا مشاهده میکنید ادامه روند ستاره صبحگاهی با یک کندل سبزی که از تقریبا 400 خورده ای 400 تومن بهتر بگیم شروع شد و تا 412 تومن هم ادامه داشت، البته تا 425 هم رسید و بعدم بازگشت داشت. این قسمتش حالا یه مقداری کار را خراب کرد، ولی در هر حال کندلش قرمز نشد و به نظر من میتونید این نماد را این هفته هم یه مقدار پیگیری کنید. همینطور در ارتباط با نماد وهامون فعلا کندل سبز هستش و قرمز نشده، البته رشد زیادی به سمت بالا هم مشاهده نمیشه و حالا باید ببینیم که آیا این الگوی ستاره صبحگاهی سه شنبه روز هفته آینده میتونه برای وهامون ادامه دار باشه. تفاوتش با دانا هم اینه که فکر میکنم اختلاف قیمتیش با سقف و قله خودش در حالا برج دو و سه امسال یه مقدار بیشتر از دانا هستش، یعنی جای رشد بیشتری را برای وهامون میتونیم مشاهده کنیم. در ارتباط با وخارزم هم جریان به همین صورته، در حال کندل قرمز نشده هنوز و شانس ادامه روند ستاره صبحگاهی در هفته آینده ادامه داره. همچنین قیمت
554 تومن با قله 700 تقریبا 780 تومنی اردیبهشت ماه امسال فاصله خوبی گرفته. خب نمادی که شاید خیلی ازش انتظار میرفت که بتونه ستاره صبحگاهی خودش را خوب بالا ببره، گدنا هستش که فعلا اتفاق براش نیفتاده و با یک کندل قرمز متوقف شده. البته ببینید، حالا یک کندل قرمز اینجا خیلی مشکل ساز هم شاید نباشه، به خاطر اینکه در همین صعودهایی که اینجاها ادامه داشته، مثلا مثل اینجا ببینید، یک کندل سبز خوب، بعدش دو تا کندل قرمز، یه دونه سبز یه قرمز، دو تا سبز پایین، تا اینجا اصلا هیچ صعودی آنچنان صورت نمیگیره، ولی بعد شرکت میکنه و خیلی خوب بالا میاد. از این بابت داریم میگیم که فعلا اتفاقی نیفتاده، ولی احتمال این هم وجود داره. در اون دو سه نماد خب اوضاع یه ذره بهتره، به خاطر اینکه در حال قیمتشون منفی هم نشد، ولی در ارتباط با برخی از نمادها مثل گدنا اینا هم در نظر داشته باشید که قیمت تقریبا 700 تومان برای گدنا یک حمایت محسوب میشه، حمایتی که در هر حال برج 12401 هم به این عدد رسید و حالا قبلتر از اون که اصلا از این عدد هم بالاتر بود، یعنی شاید بتونیم بگیم که از برج 8401 تا الان حمایتی که برای گدنا وجود داره قیمت 700 تومنه. بنابراین دوستانی که علاقمند به این نماد هستن، من فکر میکنم که برای ورود پله اول گدنا اینجا، یعنی حدودایی که 700 هستش و حالا روز شنبه هم شاید یه قرمز دیگه کل بورس بخوره مثل رسم چند هفته اخیر، بتونه برای خرید مناسب باشه. در حال روی واچ لیستتون داشته باشید این نماد رو. خب نماد کایه است هم با 2.6% منفی نتونست به روند صعودی خودش ادامه بده، که همدا هم که تقریبا به کف خودش در سال 1402 رسیده فعلا صفر بود و حالا درسته که کندلش قرمز شده، ولی در هر حال احتمال صعودش هم هنوز وجود داره. شیشه همدان، سه هرمز هم هنوز به صلاح میدان را از دست نداده و با یک کوچولو مثبت، در حد چند دهم درصد مثبت کار خودش رو تمام کرد. در ارتباط با سه هرمز باید بگیم که این نماد برخلاف بقیه نمادهایی که حالا از برج دو افت قیمتشون شروع شد، 28.1 به یک قله‌ای رسیده بود در قیمت 2800 تومان و حالا برج دویی که افت قیمت‌های بورسی یه جورایی رقم خورد، فقط یه مدتی نتونست رشد بکنه، وگرنه اینجا میتونست حرکت خوبی رو شروع بکنه که این حرکت ناکام ماند، ولی بعدش تونست خوب بالا بیاد و الان هم تقریبا خیلی نزدیک شده بود به کف امسال خودش که 2150 تومنه. روز دوشنبه روی این قضیه واکنش داشتیم، سه شنبه هم که الگوی ستاره صبحگاهی را داشتیم، یعنی در ارتباط با این نماد هم حالا درسته که با سقف خودش خیلی اختلاف قیمتی نداره و حالا 2700 تومن اینجا 2300 تومن فعلا روی تابلو، ولی اگر اومد رسید مجدداً به حدود 2150 تومن، اون موقع تحت نظر بگیرید که در حال اگر دوباره خواست برگرده به سمت بالا خرید کنید، و اگر که این حمایت رو از دست داد، که حالا بعید به نظر میرسه که به راحتی حمایت 2150 رو بخواد از دست بده، به خاطر اینکه اگر اوضاع بورس به هم بریزه این اتفاق میفته، اگر اوضاع بورس رو به بهبود باشه قطعا نمادی هستش که فعلا حدودای خرید مناسبی رو هم شاید داشته باشه و بتونه تا عددهای قبلی خودش، این مقاومت قبلی 2800 هم خودش رو بالا بکشه، ولی خب حالا اختلاف خیلی نیستش که بخواید زیاد ریسک داشته باشید روی این نماد. خب روز سه شنبه پتروشیمی هامون در این بخش زیاد بودن، شصدف، پارسان، شفن، پترول، شجم، شیراز و شکلور الگوی ستاره صبحگاهی را داشتن، که حالا از بین اینها همجور که نگاه میکنیم شصدف که مجددن کندلش قرمز بوده، البته بالای اون کندل قبلی افتاده، هنوز میتونیم بهش امید داشته باشیم،
قیمتش هم تقریبا میشه گفتش که خوش قیمت هست، البته 3575 تومنه با 3200 تومنی که حمایتش میشه یه مقداری فاصله گرفته، ولی هنوزم خیلی دور نشده از قله های خودش. در سال جاری هم میشه گفتش اختلاف زیادی داره، 5200 و 6 تومن تقریبا میشه گفتش که 40-50% افت قیمت را برای 600 اف مشاهده میکنیم. در ارتباط با پارسان هم در حال کندله قرمز نشد، ولی در حال بازگشت بدی را داشت، تا 3800 رفت مجدد به 3700 برگشت. در حال حاضر با قله خودش که 4700 تومن بوده فاصله داره، از طرفی با کف خودش هم فاصله زیاد داره، یعنی دقیقا اون بین و بین وایساده و وسط هستش فعلا. شاید اگه بخوایم بین پارسان و 600 اف مقایسه بکنیم، 600 اف موقعیت بهتری رو از نظر قیمتی داره، نه از نظر حالا اندیکاتوری یا اینا، چون اون کندش را قرمز بوده، این در حال کنده قرمز نشده، ولی خب این قیمتی با همدیگه مقداری متفاوت هستن. همچنین شفن هم نتونست الگوی ستاره صبحخواهی خودش را ادامه بده، ولی 5200 تومن رو در نظر بگیرید که کف خیلی خوبیه برای شفنی که با تقریبا نصف قله خودش هست، یعنی 1000 و خورده‌ای رسیده بوده امسال، الان 572 تومن، اینم کفش هم 520 تومن، 5520 تومن تقریبا میشه گفتش کفه که خیلی اختلاف نداره و در حال حواستون بهش باشه، شاید هم بتونه این الگوی ستاره صبحگاهی را این هفته تکمیل بکنه و سمت بالا حرکت کنه. دفعه قبلی نگاه بکنید، اینجا که ستاره صبحگاهی زده بود تونسته بود بیاید بالا، یعنی ببینید 1.6 هم دقیقاً کندلش ستاره صبحگاهی بود و بعدش ببینید دوتا کندل سبز خوب و ادامه کار تونست خودش را از قیمت تقریباً 520 تومن تا 670 تومن هم بالا بکشونه. این سری رو ببینید، الان کندل سبز رو داریم ولی اینجا این تقریبا ناکام بوده، البته هنوز ماجرا تمام نیست و احتمال داره که این هفته ادامه صعودی را در حال داشته باشیم، به خاطر اینکه خب قبلا مثلا بیاید اینجا رو نگاه بکنید، فرض کنید اینجا دقیقا همین اتفاق افتاده، اینجا الگوی ستاره صبحگاهیش البته خب به نتیجه رسیده، توی این یکی ببینید، توی این یکی دقیقا همین چیزی که الان شاید اتفاق بیفته، الگوی ستاره صبحگاهی را زده ولی سومین روزی که بایستی کندل سبز شده قرمز شده، چهارمین روزم قرمز شده، یهویی چقدر خوب راه افتاده و سمت بالا رفت. یعنی به نظر من اینایی که الان تو کف کانال هستن و در حال یه سیگنال خوبی هم بهمون دادند را مد نظر داشته باشید توی این هفته، شاید این واقعیت دوره تکرار بشه و مانند اینجایی که خب تا به قول معروف ستاره صبحگاهیش را قبلش هم همینجور بوده دیگه، یعنی دو بار اینجوری شده، ستاره صبحگاهی زده ولی ناکام، دو ستاره صبحگاهی زده ناکام، این بار زده و بالاخره خیلی خوب بالا اومده. پتانسیل این قضیه را در حال میتونن این نمادها داشته باشن. در ارتباط با پترول هم دقیقا میبینیم که فعلا در کف خیلی خوبی قرار گرفته پترول، پایین ترین قیمتی که سال 1402 برای پترول میشه دید همین قیمت هست که دو مرتبه هم تازه به این قیمت رسیده، یعنی 180 تومن، حدودای 180 تومن که رسیده واکنششون داده به سمت بالا دو مرتبه، یه بار تو مرداد و یه بار شهریور ماه، و خب همونجوری که مشاهده میکنید دیگه این کمترین قیمت سال 1402 پتروله. حتی این کفی که الان داریم میبینیم برای سال 1401ش هم کف خوبی بوده، من شکل اینجا بزرگتر کردم، ببینید یه بار از این قیمت 1401 اومده پایین، یعنی حتی همین کف 1800 تومانی برای 1401 هم کف محسوب میشده و هنوز میشه گفتش در موقعیت کم ریسک تری نسبت به حالا بقیه ها بود،
بنابراین حتی میشه برای پترول دقت بیشتری داشته باشید توی این چند روزه، احتمال داره که مجدداً بخواد حرکت خوش رو شروع بکنه. شجم هم یه جورایی میشه گفتش در موقعیت کف نزدیک کف قرار گرفته، حالا کف کفش نیست چون 7200 تومنه، الان 7700 تومنه و هنوز هم نتونسته به روند خودش در ستاره صبحگاهی ادامه بده، ولی یه جورایی میشه گفتش که همه پتروشیمی ها در موقعیت های قیمتی خیلی خوبی فعلا قرار دارن و منتظر یک جرقه برای به قول معروف روشن شدن هستن که موتورشون رو روشن بکنند و به سمت بالا برن در روزهای آینده. و خب حالا چون وقت برنامه خیلی نیست، بقیه یه دمات ها از اینجا داروی ها به بعد رو میذاریم برای فردا، به همین صورت بررسی میکنیم. در حال امروز من فکر میکنم که یه نمادهایی را یادداشت بکنید، مانند اونایی که الان موقعیت های خوبی دارن، مثلا پترول یا این پتروشیمی هامون بد نبودن اوضاعشون توی هفته، بالاخره اینها را روش کنترل داشته باشید، شاید خوب را افتادن و انشاءالله سودهای خوبی عزیزان تونستن از نمادهایی که با سقف 1402شون فاصله زیاد گرفتن و به کفهای 1402 یا حتی 1401 خودشون هم خیلی نزدیک شدن یا رسیدن، اینها را از نظر ریسکی خب کم ریسک‌تر از دیگرانی هستن که این شرایط را ندارن. میتونید جایی یادداشت کنید. در حال هفته گذاشتم یه سیگنال کوچولویی بهمون تو یک روز دادم، درست چهارشنبه این مقدار قضیه خراب شده و روند ادامه دار نبوده، این را قبول دارم، ولی هنوز هم نمیشه گفتش که فرصت از دست رفته. شاید اصلا همین که برگردن عقب یه مقدار دور بیان پایین‌تر یه فرصت خوبی برای ورود باشه و دیگه هیچ وقت به این قیمت‌ها بر نگردن. در حال منتظر نظرات خوب شما عزیزانم هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.